به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر کانال جنرال انفو. امیدوارم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شورای حراست و ثبات خواستار آگاهی دولت و مردم از جریان مذاکرات قطر شد. شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید که مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر در ابهام است و در عین حال تلاش های پراکنده برای تامین صلح در افغانستان جریان دارد و این تلاش ها نتایج در پی نخواهد داشت. مسعود درشتوال عضو شورا روز یکشنبه 20 دلو در کابل تاکید کرد که باید دولت و مردم افغانستان در جریان مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر قرار گیرند، زیرا این یک مذاکره در مورد سرنوشت افغانستان است. این فعال سیاسی همچنین گفت که برخی از رهبران سیاسی تلاش های پراگنده ای را برای تأمین صلح در افغانستان انجام می دهند و این تلاش ها با آن که روند صلح را تسهیل نمی کند بلکه فضای سیاسی کشور را نیز تیره می کند. آقای ترسوال با اشاره با نشست بین الافغانی برخی رهبران سیاسی با طالبان گفت نشست هایی که با محوریت دولت افغانستان صورت نگیرد روند صلح را پیچیده تر خواهد ساخت، زیرا منافع مردم افغانستان در دولت است. این عضو شورای حراست و ثبات همچنین از سران حکومت خواست که رهبران سیاسی را اپوزیسیون صلح ندانند و تلاش ها را با محوریت دولت توحید کنند و ابراز امیدواری کرد که هر چی زودتر یک هیئت همشمول و با صلاحیت که از همه مردم افغانستان نمایندگی کنند تشکیل شود. این در حالی است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز اخیرا در سفری به کابل تاکید کرد که یک هیئت واحد و همشمول برای مذاکرات با طالبان ایجاد شود. آقای خلیزاد در دیدار با رهبران حکومت گفت که مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر پیشرفت چندانی نداشته است و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتایج مثبت به دنبال داشته باشد. این در حالی است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز اخیرا در سفری به کابل تاکید کرد که یک هیئت واحد و همشمول برای مذاکرات با طالبان ایجاد شود. آقای خلیزاد در دیدار با رهبران حکومت گفت که مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر پیشرفت چندانی نداشته است و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. در همین حال گفته می شود هیئت آمریکایی به رهبری خلیزاد در مذاکرات با طالبان پیشنهاد کاهش خشونت را به آن گروه ارائه کرده است تا زمینه آغاز مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان فراهم شود. اما حکومت همچنان تاکید دارد که کاهش خشونت پذیرفتنی نیست و پیش شرط آغاز مذاکرات بین الافغانی اعلام آتش بس از سوی طالبان است. همچنان یک خبر دیگر، انتخابات روی دور باطل، نتیجه ای که نهایی نشد. مبنای کار کمیسیون های انتخاباتی قانون نیست، بلکه این فشارهای خارجی، حب و بغض‌های قومی و جناحی کمیشنران، دخالت پیوسته سفارتخانه‌های خارجی، تحولات مرتبط با سال و غیره می باشد که تصمیم آنها درباره مسائل انتخاباتی را توجیه می کند. داستان بی پایان انتخابات استثنایی افغانستان همچنان ادامه دارد. انتخاباتی که 4.5 ماه پیش برگزار شده کمتر از 2 میلیون نفر در آن شرکت کردند، اما همچنان نتیجه آن نهایی نشده و هر روز بر ابعاد ابهامات و پیچیدگی های آن افزوده می شود. دو روز پیش کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تصمیم خود را درباره بیش از 16 هزار شکایت را اعلام کرد. تصمیمی که برخلاف خوشبینی های اولیه نه تنها به انتظارهای طولانی مردم برای اعلام نتایج نهایی انتخابات پایان نداد، بلکه عملا آن را در یک مدار باطل قرار داد که شاید برای رسیدن به سرانجام هنوز با ماها زمان نیاز داشته باشد. دسته های انتخاباتی عبدالله گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل هم در واکنش به فیصله کمیسیون رسیدگی و شکایت های انتخاباتی آن را سیاسی خواندند. این دسته های انتخاباتی ادعا می کنند که تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در نتیجه فشارهای داخلی و خارجی گرفته شده و قانونی نیست. همچنان کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی روز چهارشنبه 16 دلو به تفتیش ویژه بخش از 300 هزار رای جنجالی و بحث برانگیز رای داد. دسته انتخاباتی اشرف غنی اما از این تصمیم
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی استقبال کرد. اجمل هنن مسئول فنی دست انتخاباتی آقای غنی گفت نظر ما از نخست با تیم های دیگر متفاوت بود. آنان با فیصله هایی که به نفعشان نبود آن را غیر قانونی می دانستند، اما ما این تصمیم ها را می پذیریم. نهادهای نظر بر روند انتخابات می گویند که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی روند انتخابات را پیچیده تر کرده است. حق با نهادهای ناظر است، زیرا اعلام تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نه چیزی از حجم ابهامات موجود در این روند کم کرد و نه راه را برای رسیدن به یک نتیجه نهایی هموار ساخت. این تصمیم اگر بتوان نام آن را تصمیم نهاد همان گونه که در واکنش های تیم های رقیب انتخاباتی بازتاب یافته از سیاسی بود و رقابت های آشتی ناپذیر این تیم ها برای مصادره به مطلوب نتیجه نهایی انتخابات را وارد فاز تازه کرد. انتقاد های نهاد های ناظر از فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایات. نهاد های ناظر انتخابات نیز فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را ناروشن می دانند و خواهان توضیحات بیشتر از سوی این کمیسیون هستند. نهادهای ناظر انتخابات روز دوشنبه 21 دل فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را درباره آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری مبهم و ناروشن می دانند. آنان می گویند که چندین بخش از این فیصله ها روشن نیست و برای جلوگیری از استفاده سو باید این نهاد بیشتر توضیح بدهد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت آنچه که کمیسیون شکایت انتخاباتی تصمیم گرفته است، ما بارها گفتیم که در مورد تصمیمشان و در مورد اینکه معیار چی بوده است و در عین حال فیصدی هایی که اینها تعیین کرده اند، این خوب است که برای مردم وضاحت بدهند و متاسفانه در این قسمت کمتر وضاحت داده است. نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت چندین فیصله ایشان متاسفانه مشکل دارد. بعضی سمپل گیریشان مشکل دارد. مثلا QR کد مشکل دارد. بر بنیاد این فیصله که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی درباره آرای منازعه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری که طلوع نیوز به آن دست یافته است، این نهاد گفته است که از میان 2423 محل آرای بایومتریک نشده، آرای 297 محل اعتبار داده شده. از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به تفتیش ویژه فیصله کرده است، اما دسته های انتخاباتی انتقاد میکنند که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی اعتبار دهی آرای این محل ها را وابسته بر برچسب های QR کد دانسته است، نه تطبیق این برچسب ها با بانک اطلاعاتی. همچنان فضل احمد منایی مسئول فنی دست انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت هرگاه دستگاه آن را خواند و صحت بخشید درست است و اگر اعتبار نبخشید از دور خارج می شود. مطیع‌الله ابراهیم زاده مسئول فنی دست انتخاباتی رحمت الله نبیل گفت کمیسیون شکایت در فیصله های خود هیچ مورد تخنیکی و حقوقی را مد نظر نگرفته است و به یک نوع خواسته است که از مسئولیت های خود کنار بدود. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این نهاد نقل فیصله های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را به دست آورده است. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی درباره جزئیات فیصله هایشان چیزی نمیگویند، اما تاکید دارد که این فیصله ها بر بنیاد رایزنی ها با اعضای این کمیسیون و با در نظر داشت قانون گرفته شده است. همچنان حبیب الرحمن ننگ رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت ما مطابق متن فیصله تطبیقات خود را انجام می دهیم. و کمیسیون شکایت نماینده کمیسیون شکایت اطمینان خود را از تطبیق فیصله خود حاصل بکند. همچنان قطب الدین رویدار عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی گفت فیصله های ما بسیار زیاد وضاحت دارند و هیچ نوع توضیح دیگر ضرورت ندارد. این در حالی است که هنوز مشخص نیست که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری چه زمانی روشن خواهد شد، اما شهروندان کشور انتظار دارند تا نتایج واقعی انتخابات هر چه زودتر اعلام شود. دوستان از نهایت گرامی، سپاسگزارم از اینکه تا این دم با ما بودین. تا دیدار بعد، الله یار و مددگار همه شما.